درود عزیزان، تماشابینان، مخلصان، هواداران فرهنگ و صنعت والا، چون واقف گشتید این لحظه ها با خواست خداوند مهربان صحبت می آرایم با حافظ خوش صدا و خوش نوا، ترنمگری مهر و محبت بی اندازه پدر و مادر، سراینده عشق پاک، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، استاد عزیز حاجی اسرائیل جان فیضدینوف. استاد خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلامت باشید. بید استاد، در آغاز برنامه آغاز کتاب حیات شما را ورق میزنیم. دوران کودکی، محیط آیله و البته قدم های اولین شما برای صنعت. تشکر. هدیت الله، شما هدیه الله هستید، نام بزرگ دارید، شهره در قد زیبنده کسب خود هستید که در خود پیشه کردید. من گفتم وقتی که ما رو تکلیف کردن استاد مصاحبه میکنیم، شما راضی هستید؟ من گفتم که هم من مصاحبه میکنم، لیکن هم نفسی هم صحبتی من یک جوان رو یابیتون که سند را بسیار دوست داره، نگاهش به همین نگاه آینده نگاه کرده تواند. اساسش همین که بسیار ملت دوست باشد. و من گفتم هدیت الله شاگرد دعوت کنید تا صحبت میکنید. سپاسی بفرمایید. دوره های کودکی از همه دوره های نایابترین است، چون که شما ناز میکنید به مادر عزیز خود، به پدر عزیز خود. دوره های بیغشی کودک این عالم رو با چشم یک عجایب نگاه میکند، به کدام سو نگاه نکنه اهمیت تبسم میکند، برای کسی نگاه کند نمیگوید که این بد است، این نیک است. برای وی طفل، برای وی کودک خداوند دلی صاف داده. دوره کودکی ما عجایب یک دوره بود. در مکتب های میانه حتما درس های سرود میگذاشتند، حالا هم میگذارند، لیکن در هر یک مکتب های میانه انسامبل ها بود، انسامبل های از درنی طلبه هایی که لیاقت دارن، انسامبل ها مخصوص انسامبل بود. این میدانید برای چی؟ برای آنکه ذوق بچه رو بیدار میکرد. بی صنعت، یعنی شخصی که صنعت رو دوست نمیدارد برای در زندگی برای یک چیز کامیاب نمیشود. این صنعت هم یک چیزی از معجزه است که باید آدمیزاد صنعت دوست باشد. کسی که صنعت رو نمیفهمد، شعریت رو نمیفهمد، دل سخت میبیاد. اهمیتی هستن از هزار کس یک کس دو نفر همتین من در حیات واخور دیگه هستم. شاید هم الله های شیرین مادر که امین باور کنید چندین موسیقی ایجاد کردم، چقدر موسیقی ایجاد کردم، به فکری من رنگ همون نوای طرز خواندن مادر چقدر به گوش فارم میرسید، ممکن من تا آخری عمرم هم چنین موسیقی رنگ علی مادر ایجاد کرده نتوانم. این معجزه خدا است که مادر سری گهواره میشینه، شما علی میگود، در دلش نیت های خوب میپرورد. شاید مادر عزیزی منم سری گهواره علی گویان سرودخانان نیت های پاک کردند، از خدا طلب کردند که فرزندم کلان شود. ممکن مادر سخت میخواستند که من حافظ شوم، سرایانده شوم. بعدن خوشبختی من در اون است که من در اسفره تولید شدم. اسفره یک موضوع است که بسیاری ها طبیعت ما را، مردم ما را، مهمان دوستی ما را بسیار نزد قبول میکنن، دوست میدارن. بعدن باز یک چیز است که در اسفره حافظ های اسفره، نوازند های اسفره سبک مخصوص خود را دارن. اگر شما همین یک نوازش را گوش کنید یا حافظ را گوش کنید، گفته میتوانید که با اسفرگی، چون که مخصوص سبک خود را دارند. نوگلیم در دوره های پیش گذشته می گفتند که مرکزی شهر اسفره بوده، چون که در اونجا مدرسه هست، چون که می دارید مدرسه عبدالله خان. برای همونجا از نوگلیم شاعری برکمال، شاعری غزلنوی سیف‌الدین اسفرنگی اون حیات به سر بودن که چیشان در همون نوگلیم هست. لطفالله بزرگزاده زبانشناسی که در حقیقت زبانشناسی، یکمی زبانشناسی که گفته میتوانیم
افسوس که دورهای جنگ اون کس رو به جنگ رو گسیل کردند و دشمنان میخواستند که اون کس همین کارها هم یه شد در حیات. بعدا مرحوم مغنی نوازنده ناتکرار نابغه ناتکرار استاد عزیز ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان استاد مرزا قربان صالح در همسایگی، استاد عثمان جان یوسفوف در همسایگی، تاثیر محیط، تاثیر آیله. بعد بزرگوار پدرم بسیار سند دوست بودن که حتی ما آیلوی دوتار یا دوتار داریم، از بابا به پدر، از پدر به میراث هم تو میآید. از پدرم من با هم دوتار در دست من است. در پدرم سندکار نبودن، سند دوست بودن، لیکن دوتار نوازی نزد بودن، خوب دوتار می نواختن. من نگاه میکردم نوازم، اولین دستای من رو این خیلی مینوازد، این خیلی گفته که پدر عزیز من است. برای همین در گجوی که نباشد من که استاد اولینی من البته این پدر بزرگوارم، مادر عزیزی من که الله های شیرین کتی. بعدا استاد دادخان تیمیروف، دیگر تمام استادان برای من هم استاد میشه، چون که این حیات همچین است که ممکن یک بزرگی نبسال است. من حتی جوش می اومد از خودم خورد هم یک چیز رو میپرسم و هم حق استادی دارد. همه محیطی بسیار سازگار بود، محیطی بسیار محیطی نزد برای من چی بود که من باید که سندکار شوم بود، چون که این صاحب بزرگ گفتن که در مکتبی که عشق ادیب از کودکان مشق ستم به خامه فولاد میکنم. این معنی چون معنی دارد که اگر عشق باشد همون محیط هنده عشق باشه. من تصور کنید که در یک سین طالبا میخوانن، اگر معلم همون محیط با عشق تشکیل کرده تواند عشق وارد کند، من باوری دارم از همون طالبایی که گوش کننده شنونده ها 90-95% پنجگیره میشه. ما باید عشق را توانیم که در دل کودک داخل کرده توانیم. برای صاحب بزرگ است که در مکتبه که عشق ادیب است کودکان مشق ستم و خامه فولاد می نیسم. خامه می دانید رنجامه و خامه فولاد می زنم. برای همین به نهایت محیط عشق سنت در من بسیار محیط وسیع بود و خدا من سخت بسیار دوست می داشت. از این سخنهایتان برمیاد که استاد واقعا هم شما یک کودکی داشتید که دوره رنگ و رنگ بود. البته. و من جایی شنیدم که استاد شما در برابر این گونه استعداد خداداد داشتن ماتماتیک خیلی خوب هم بودید. آیا حقیقت دارد؟ این یک چیز است، از خاطر نبرارید که این صنعتکاری که میشن صنعتکاری میشن که از ایجادیاتشون معلوم بود، از انتخاب شعر معلوم میشود. من به حدود میتونم که کدام صنعتکار از چی را انتخاب کرد به سواد همون سندکار به خود داده میتوانم. و حالا سندکار به معنی غزل میرد یا نمیرد و عیبی به سندکار نه، عیبی همون دوره جوانی که مکتب نزد نخوندگی است. سندکار باید از همه چیز باخبر باشد، از هر همه علم اقلا نیم بنیم باید که باخبر شد تواند که، چون که این برای ایجادیات بسیار کمک کلا میرساند. من میگون من ماتماتیک برای اون که فرزندهای من بسیار نزد خوندگی هستند که از خونی من هستن، اگر در خونی من نباشن از کجا با ماتماتیک میشه. من بسیارتر به اسکندر خان توجه هم کلام بود، چون که یک پسر سه دختر میگفتم که اسکندر خان ممکن شاید من آزادی رو دوست میدارم، این مجبوری نیست که شما فرزند اسرائیل فایز الدین باید حافظ شوید، نه، باید خودی همون شخصیت هم به عشق پیدا کرده تواند. دورهای مکتب خونی نگاه میکردم که بین نهایت شوق و ذوق بسیار برای خانش دارم، ماتماتیک، خیمیا، خلال نرساندم، از راهشون نداشتم که بعد من خوشبختانه سرم سربلنده یکم با مراتب من داریم کالج نرفتیم از پشت فرزند دار یکم گب نشونویدیم، برعکس از اینجا هم پور را پنج کلی سرخ کلی تمام کردم، تکنولوژی اینستیتو هم پور را پنج کلی تمام کردیم. من باز دیدم که عشق صنعت و یا به زوری کرد، غلبه کرد. گفتم پدر چی میشد که من برای صنعت بذارم؟
برای اسکندر آسان تر، برای چی که در همه محیط به وای رسید. من میخواهم که صنعتکار شدن این معنی آن رو ندارد که فقط توی معرکه بروید و صنعتکاری نه. مادم بچه مگر صنعتکار میشتی که باشید، صنعتکاری شوید که نام خود رو، سبک خود رو، صورت های شما رو باید در تاره ایمان هست. من با داخل شدن خونده شوی صنعت رو هم خط کردم. این برمیاد که математика дар ҳақиқат ман математик будам. Духтарои ман ҳама маълумоти оли доранд. Ха ин ифтихори ман. Бале, шумо на танҳо математик устод, ман аз ҳамин суханҳои шумо пай бурдам ки шумо дар баробари математик ё санъаткори би ҳамто будан равоншиноси хуб ҳам ҳастед. Салом. Психолог ба истилоҳ. Хуб, воқиф шудем ки устод даврони кӯдакии шумо хеле зебо буд. Баъд чӣ шуд? Баъд аз хатми мактаб шумо ки дар чандин роҳҳо қобилият доштед, истеъдод доштед, баъд чӣ хел шуд ки шумо роҳи санъат рафтед? Мақсад ки як буд. Одамизод бояд дар пеши худ як мақсадро гузошта бошад. Агар дар пеш мақсад надошта бошад, нест куҷо мерафти? Як мақсад, ман мегӯям, як бояд ки нуқта бошад ки шумо ҳамонҷо мерам гуфта кӯшиш кунед. Бигзор 10 сол бимеред, 50 سال بمیرین، لکن باید قوی اراده همین کار میکنن باید. خیلی دوری مکتبخانی گفتن، دوری مکتبخانی در تمام چهارابینی ها، این ولایتی، ریسپوبلیکوی، شهری اشترو میکردن. حالا یکان در خاطرم نیست که در یکان جا اقلا جای دویم گرفته باشن. بعدا در حقیقت معلم های ما هم همین به نظر به میگرفتن. نظر رو میگرفتن که خیلی اسرائیل جون رو باید این رویه به با نخصر تربیه کنیم که آینده اینو همین رویه که تکار میکنن. مکتب خط کردم، دیپلوم این قدر نز نبود. حساب کردیم که خیلی اسرائیل جون صورت خونده گشتی و همین ندادی. بعد حساب میانه دیپلوم نگاه کردم و مطمئن من بجور رو مکرد. نه مقصد سند، این سو سند رفتن. پدر گفتن که کنسرواتوار تشکیل میبرم. من غروری میلیم بسیار بلند بود. مدام پدر جان نه من دوشنبه میرم. گفتن که اوگه کنسرواتوار بین بچه ایم هم مقدر اینجا سنت کروی بود. در حقیقت زور بود. در حقیقت کنسرواتوار یک در تشکیل یک در آذربایجان بود. تو آوازات زور توی نیه دادم من پدر دوشنبه میرم. خیر تاریخ 5 بود، ادبیات برایم 5 هم بود. بعد اون وقت این قدر حاضر جوان بودیم و ایرکه نبودیم که پدر تا حاضر آرمی من پدر رفته شده میگیرم. همین یک چمدانچه پدر دادنو اما پیش اسفر سمالیات میپاری اسفر دوشنبه از همین ایرپورت دعا کردم پسرم روی سفید گفتم شیشتیم سمالات دوشنبه رفتیم. ولی یک کون بر حیاتم جوانی که از یک شهر کوچک برامده است به مرکزی مرکز رفتیم. خورسان ما دوشنبه رفتیم فرامدیم. بعد گسنیسه گفتیم پهلوی ایرپورت به گسنیسه بوده سو تقسیب شدیم یک سیه کروک چغزه ناند چغزیم و با همجو ورده مونده پولی کلونه گریم. دید که ما به چورا اقشلاق آمده گیم. بعد خیلی جوانی ده بعد چی با اومدیم که گسینسه اومدیم به مخونه اومدیم جون نیست حاضر دوره ای که در دوشنبه هست و تینجو امونه حاضر در دوشنبه شما شب تا روز کوچه مونی یگان کس شما به خبر نمیرسونه یگان کس هیچ کس به چی نمیکنه اینم شرافت البته حکومت تاجیکستان پرزیدنت تاجیکستان پیشوی معظم که تمام جد و جهد کرده همه آرومی به دست آوردن. این به قدر آرومی رسیدن بچه هر کسی که دیده است بد میدوند. گوشنگی چیست؟ بیوطنی چیست؟ برای همین همون وقت همین خیلی حاضر رنگ حاضر آروم بود. شیشتم که یک بچه های اسفرگی گذاشته برستید من شناختم. من گفتم که از خوردیم همه میشناختن. یه اسرائیل جان اینجا به چی کار میکنی؟ من گفتم اومدم داخل شوی. یه چمدان گرفتن و بعد آبشید بردم به همین رفتیم. پریشانیم بود که من بله و میرسه یا نمیرسه.
همی یک کل سرود درامدا خوندم که پنج گرفتم از همون دوره سر کرده بچه دوره بردوش من دوره ای که من باید نه فقط در بر خودم باید بر پدر مادر استادان حق و همسایه ها همشهری ها جوابگیری سختترین سر شد برای چی من اومدم با کدام مقصد اومد من باید چیکار کنم استاد تا جایی که من میدونم شما سال 1982 به حاضر دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان داخل شدید اما علاکای سال 1983 خدمت حربی رفتید خدمت وطن مادر امروز که بین جامعه خصوصا بین جوانان خدمت حربی یکی از موضوعهای مهم است من میخواهم سخنهایی کرده باشید که برای جوانان یک انگیزه بخشد برای رفتن خدمت مادر وطن و البته همون دوره های خدمت ما یک کنکورس تمام کردیم که قرار برآمد که از کورس دویوم حتمی تمام استودنت ها دانشجویان باید دو سال خدمت حرمی برآمد در اون وقت خدمت حربی رفتن فخر بود بچه فخر که من سالدات وای میشم من خدمت رفته سویم با قولی بعضی من مرد بعد اسواره زنگ زدیم تلفن مبیلی نبود من مادر به پدر گفتم که پاویسک آمد تبریک کنید و من خدمت میرم یه مادر همجا رفتن دوشنبه رفتن اویلا رفتن که چه من تم همی خیلی بوده است قانون همین موهی سر گرفتیم من دو سال اکو اسرائیل جان شما حربی آدمی خدمت حربی همچون انسان بچه فکر کنید این قرض این قرض در پیش وطن این قرض در پیش پدرتان مادرتان فرزند فرزندان خواهرکان دادرکان این در اسلام هم آمدگی در چی ما هم آمدگی که ما باید یکمین درجه حمایت وطن خود باشیم از خدمت سرکشی کردن این برای من سرکشی از خدمت از حمایت کردن پدر مادر خود وطن خود این به یگان چارچوبه آدم و آدمگیری نمی دارد ما باید خدمت اگر باور خیر ما کی حمایت میکند این دولتی که همون قدر مثل همون قدر جنگ های خونی ندید میبخشد حالا این نبیاد سریع دیگر همسایه های ما با این سالهایی که ما دیدیم سالهایی که جوانی عین جوانی های ما بود در دوشنبه بودیم اون روزهایی که ما دیدیم اون سختی هایی که ما دیدیم اون گشنگی هایی که ما دیدیم خلق آچورت می استاد بیچاره خلیب همون خلیب هم وای معیم می دادن همون بوریده می دادن این هم بچیم خود دیدیم همین دولت رو به نیستی قریب آوردند به نابودی آوردند ملت رو به نابودی آوردند من در دلم فکر میکردم که آینده ملت چی میشته باشد آینده تاجیک چی میشته باشد این خوشبختانه خداوند مهربانی فرمود این تمام شب کوچه برونده نمیتوانستید محلگرای جای یکم رو میگرفت همون دشمنای ملت همین چیز رو تشکیل میکردن که مقصد تاجیکستان رو نابود کرد. نابود کرد پاره کنه پاره پاره کرده بعد خوشبختانه چون از تاریخ میدونتون شما از همین سیاسی 16 همین شوری عالی همون حالت ها رو نگاه کنید روحیه آدم های نگاه کنید کدام روحیه چخیل بود من بسیاری وقت میگم که اینقدر دسترخان پوره دیده از خود نرویم و یک عاقب به نگاه کنیم که کدام احوال بودیم و حاضر برای چی ما ناشکری میکنیم همین یک چیز بیگناه خود خداوند کریم است هر یک از گناه داره هر کس خطاگی میکند
اویلند خطاگی نمیشد می پدر خطاگی نمیکند یا مادر خطاگی نمیکند می این چیزها رو بهانه کردن ممکن نیست. این همین دولتی که از نابودی نابود شدگی بود، این همه قدر انسان های بزرگ با سروری پیشوای معظم این چقدر جان بازی کرده تا این روز آورد رساندن. همین چیز رو کی باید حمایه کند؟ جوانان البته حمایه کند. شخصا برای من شخص کسی که به حمایه وطن دستکشی میکند، من در قطار انسان حساب نمی کنم. در قطار چی میکنم؟ همین مرچه هم بینید، زنبوری اصل هم بینید، تمام چیز بینید که در محافظتی همصفانش محافظتی. ما چون محافظت نمی کرده؟ ما باید و باید. من بسیار جا سوال میتیم که آیا شما خدمت کرده هستید؟ بعد من خندیدم میگم ها صنعتکارو خدمت نمیکنند چی؟ من خدمت کردم، من میفخرم. من در دوره خدمت با سختتر وطنم دوست داشتم. در دوره خدمت 20 سرود ایجاد کرده بودم. همون دوره خدمت با من سختتر آب و هوای تاجیکستان یاد کردم. سختتر باور میکنید همه چیزی که طبیعت تاجیکستان دارد این بهشت گویدن میشه. همه چیز هست ما در تاجیکستان. من در همون وقت میگفتم که ما باید به قدر قیمتش رسیم. به قدر قیمتش رسیدن فرزندی فرزانه ملت شدن دکار، با آر شدن دکار، با ناموز شدن دکار، زبان ملت فراموش نکردن دکار، بزرگان ملت فراموش کردن دکار. نه که ما تمام بزرگای ما تمام دنیا رو نام آنها میگیرند، ما برای چی از آنها فخر نکنیم؟ ابو علی ابن سینا اساس طبی تمام روی دنیا آفرد کی بود؟ در پیشتاقی و به نویشت مانده که سازمان ملل متحد سخنی کی؟ شیخ سعدی. بین آدم اعضای یه دیگرن، یا مثال من عمر خیام. عمر خیام در تمام دنیا سخنهای روبایاتش میگوید. حتی پریزیدنت روسیه پوتین بسیار قریب که تمام روبایات عمر خیام میدان. این برای ما تاجیکا فخر نیست؟ اما حاضر چیکار کردی سادیم؟ حاضر بسیار خطا گرفتی سادیم. ما ملت خود را، خلقیت خود را، وطن خود را در نزد دیگر ملت ها پس زدی سادیم. شخصا استاد از پس از این سخنهای شما حسی شکرگزاری من شخصا بیشتر شد و امیدوارم که تماشابینان نیز درک کردن. و شما گفتید که در خدمت حربی زیاده از 20 سرود ایجاد کردید، بین هم خدمت ها میسرایدید یا نه؟ ما رفتیم اونجا سنتکار رو میدادید کم تا نازکشه میشهد. نازکشه به من چیه که ما گفت صحنه با گشتگی ما چی کردگی. بعد یاد قصه نقل میکنم برای خیلی تاریخ این شده ای کار. بله. رفتیم همه راست کردم، ما 200 نفر تاجیک رفتگی، 200 نفر تاجیک از دوشنبه. بعد رفتیم از موی از پویز گیتن و ماشین ها قطاره ساده است همه چوبین شنوندن دوی 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 برای شنوندن امین کورپچه ها کجا تخته شتیم اتن اسرائیل گیتن دو ساله که ارنکو سرود میخوانده ده. رفتیم اول خونو خوردیم سهر با سهر با سخت خونو خوردیم و راستی که عشقی چشمان برو مد کجا با منده. بعد آیست 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 ماشین صبح شد که ماشین رفت که بینیم تک و تبکه بود بحر، هوا کمتر گرم شد رفت همه جا سبز. ماهی دکابر فهمید که ما در قریم باید جو یالتا این پیانه لگر ارتیک هست در همونجا، همون چستی ما همونجا بردم تقسیم کردم. بعد من گفتم که من سوزیدی اینستیت اسکوست خیلی من رحمتم اون انسان ها به میدونستم تو چی میتونی گفت؟ پهلوانی گفت که سوارکه گفت آسان سوارشی گفت گفت برو وارد سکلات موند گفت تیز دست بودش ربات هد خرشو گفتم اون مرامده سوارکه قبدگی نیبود. بعد وای همون روس من گیتار رفت گفت که سوارکهش موند گفت که وات سوکه اصلا دادیلا دکانسه گفت یا شاس پریدو
و دیدم و کاسکش کاره گوید و کنم چسب کنده نمیشه دارم بعد اومد و گفت که تو سوارشیک نبودی آنه گفت و من گفتم اکو قبضی هم اومرو من گفت بعد یک گفت باید گفت که چی باید سوارشیک گفت منم بس روشید گفتم یا پیویت یا اینسود اسکوس و چوز گفتم چون منی نده تو در پخات گفتم منی نیلزی هفتم منی نده پالچ که ایتیز بریش گولوس ایتیز مردم سانتکار رو اومد میکرست بعد زفسکلات گفت که زفسکلات اومد Лучше говорит, как мы так говорим, Петр Алексеевич, вот Петр Алексеевич, я извините, я учусь институт искусства, он говорит, искусство, говорит. Он говорит, а тогда ты у меня будешь работать, говорит. Мне склад бы корба грифт. Бо я те чизи бад бахти яминки, пагаш бе дбион, анам кадор вайна мондас, ани дарве ваше канда, хан гомгар, аздигар хам маше складой, склад, склад, навистах шрукры бьё, говорит. Вай, вы караски мая художник. Петр Алексеевич, вы опять ошиблись. Кто ты на самом деле? У нас институт искусства находится в Душанбе. Я певец. Певец, говорит. А что же вы амбонали? Что вы не говорите? У меня гуфтам, куда не гуфтам. Гитара еще где-то дот. Ну-ка пой, гуф. Мадам, я таджиски пой. Ну, любой пей. Сони сурдем, эйсанам, все равно, все равно, будет. همین خیلی معقول شدم آخ کرو گفت دو گاده امینه بودیش باید با همین سکلاد موندیم همونجا با چست با من سونیم و انسام تشکل کردم بچه جمع کردیم از همونجا دایره ساختیم خودم و روبابا از تاجیکستان گروندیم همونجا که انسام بلی استرادی کرد دنش با روبابا شمای دایره ما هست انسام بلی زور کرد ساختیم و بس اونی کانسرت موندیم چست با کانسرت مونده بودیم که چهار ماه خدمت کردم پنج ماه من با 30 دادم زور بود با همین وای شدم هم سرایانده هم سکلاد با کلادافشی کار میکردم خیلی شکری پیشانی شکری خداوند دو سال بینی هات همونجا هم از سنت دور نرفته خدمت کردم بعدم بیرون چی سال ده تو هر کانسرت من با 30 دادم دی بعد پدرم رحمت بچیم همین بیتیم از سالدات خدمت میکردم با آبروش لبی آورد یک قدر بسیار او من گفتم من با هر بار میتیان آخر این تیاب سکر گوه شوخی کرده افتاد استاد من از شنیدنی چونین قصه های تاریخی حیات شما را سیگه پلاوت میبرم سلامت باشی تو باشی و کنار آبشاران گل و سی برگ و سفت هزاران مای چوپان ز عشق ما سرایت به مانند شب کلین بیاران این مصرع های زیبا از سرود است که واقعاً هم صنعت والای استاد را به مردم معمول و سبکیشان را معلوم کرده است. درست است؟ البته. و من میخواهم حرف چند گردی تاریخی تولید شوی همین سرود گفته باشید. رحمتی پدر میگفتن که هر یک نوجوانی که روی صنعت به قدم میگذارد این یا اون حافظ به تقلیدکاری میکنند. از تقلیدکاری سر میشه چون که دل میبندد. رنگی همون حافظ شوان میگود پدرم میگفتن که بچه تو آینده کلان میشید البته باید روی خودتون یابید هر یک شخصیت یک بار میشد بچه و شما صد بار تقلید کنیدم اساس همه آدم میشد شما رنگی توتیوار رفتار نکنید سنت همتی چیز شما بسیارتر بسیارتر خوانید بسیارتر میکنید البته سبک خودتون رو میابید باید که سبک اسرائیل گویم بعد من شما بسرم اسرائیل صنعتکار میگفتم من بسیار از استاد مرادوف میخوندم استاد سید قدر یعقوب بسیار حافظا حتی حافظ ازبکستان بسیار میخوندم این شد که من خودم ایجاد کردن دوست میداشتم چون که همین وصیت پدر در گوش ما هر بار صدا میداد بسیار تا این سرودهایی که کلیم بیارون با سرودهای بسیار ایجاد کرده بودم این سرودی کلیم بیارون شعر بر حدیث قربان عجایب چیز بر آمد که در دوره های حاضر این خیلی نیست که همه در کمپیوتر هست استودیو دارن میدارن در این استودیوشون ضبط میکنن اگر آوازشون فالش باشد راست میکنن لبروش خشور میکنن انتینده وای دوره ها این خیلی نیست یک در استودیو کمیته تلویزیون و رادیو بود میرید یک تا سرودتون یک روز نه دور سه روز حبس میکنید خطا خوندید فالش خوندید از دیگر میخونید
هیچ آواز راسکونیکش نیست. بعد من بسیار خودم کنجکاو، بسیار همین وای بودم، دیده در رو این خیلی باید نمی کردم. اگر پیش کننم آین در با می آمدم که من همین مقصد همین من بس سرود شعر انتخاب کردم و آهنگ بستم آمدم پرسلوش بینی شعر می اول شعر می بینم شعری شاعر است یا نه. بس سرود گوش کردن رو کتن که شد وای می تیم یک روز می تیم فلان روز آمده زبس می کنید. بعد من موسیقی دعوت کردم مشق کردیم اومدیم یک روز ثبت کردیم رفتیم. بعد یک هفته من جزدم کمیته تلویزیون رادیو جزدم اولی یکونی دویم کورس بودم فکرم گفتن که بسیار ناز قبول کردن گفتن که بعد محرر رو گفتن که اسرائیل جون بچه‌ام تبریک شما یا اما حیاتی با میشیشت یکون سرودی که شما در اینجا ثبت کردید این آدم ها میبینم که چندی مرات سرود ثبت میکنن سرودشون هستن همین سرود یکمین شما در فاند تلایی رادیوی تاجیکستان گذاشته شد برای آنکه شما سبک خود رو داشتید این سبک نو که ما این چیز رو تبریک میکنیم شما دائم در رادیو برای شما کشوده بچه‌م بسیارتر ایجاد کنید ما فخر میکنیم پیغام سرود مانده میتیم که من ما باز یک سبک نو یافتیم طرز خوانش نو یافتیم گفته از همین سرود بعد این سرود منو معرفی کرد به تمام تاجیکستان معرفی کرد در یک وقت اگر در دوشنبه شما بود این ملدیاش نگره دیو مفتن در همونجا آفشش دوی بسیار همی وای میکرد خدا هم میگشتم خیلی افتر پیشتر نمیشنختم همین در گجایی که نگذارم کلانکه های مرد بچه های طرفی مفتن بلا همانده سرودی ما تو باشی یو کناری آفشارم حتی بسیار ها سرود طرفی هم دوست داشته خداشون وای میکردم گوش کند کته همین سرود بسیار 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 مشهور شد تو باشی و کناری آبشارم همین سرود منو معرفی کرد الهام داد که منو از همون وقتا سر کرده قریب که در یک در کدام محفیلی که من اهمیت داده باشتم قریب 98 فویز سرود خودم رو میخونم این برای من افتخار برای خودم نیه برای شخصیتم نیه برای خودم سنتم افتخار است که نه هر یک حافظ در یک توی فقط سرود خودش میخونم عالی دیگر چی گویم استاد ناتکرار در حقیقت سلامت باشید استاد یعنی از اینجا برمیاد که سخنی کلیم بیاران اولین سرودی بود که به فاند تیلای در آمد اما من میدونم که 30 سرودی شما زیاده از 30 سرودی سرودی شما در فاند تیلای رادیو تاجیک است من همراهی چی من خودم که ایجاد کردن خداداد من باشون چی میگه به خداداد من میگم که هر یک قدمی ما هر یک چیزی ما من حس میکنم زیر نظارت هست همون حس کرده توانستان در کار من سباه از نجم الدین و حافظه ای که قطعی ما بسیار دویت خونده که سرودی خودم وای کردیم و هم فونده تیلایه و شعری من بوی تو دارد عطری گسوی تو دارد سانی وای مصرعی پیوسته ای من یاد ابروی تو دارد این دویتی ما بود منو صحبت نجمی دو نجمی دینو سن عاشق چشمی تو یم جانی 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 من گفتم میخونه سنی وای مامان جواب بهترین شیرین ترین زیبا ترین ارمان من اینو بسیار مشهور شده بود شعر اینا فوند تیلو ایندا بسیار چیزا فوند مادر جان علایم گو پدرم شاه ستونی خانه من غم ملت خیلی خیلی نمبر کن بسیار با فوند تیلو داخل شدن سرود بسیار این برای صنعتکار فخر چون که فوندی که این رنگ چیزی که و نیست نمیشه نبود نمیشه خب اینجا که البته درباره پیدایش تولید شوی این سرود حرف زدیم البته من خواهش میکنم که چهار مصرع باشد سرایده باشید اما معذرت دوستان من جای تفسیری شما رو شنیدم که شما بدون اسباب موسیقی با انگشت روی میز زده با ریتم میگنه زده سرود میخونید من شخصا برای من مراق انگیز است دیدن چنین یک طرز غیر عادی سرود خوندن مثلا من میدیدم نوارهای پیشتره رو که در اسفره با لالیچه سرود میخونند اما من جایی ندیدم که با انگشت روی میز زده نه این برای چی که برای برای تو نبرواد کتیم بروی من بسیار دوره چی دوره هم بسیار خوب می نوزم حافظ
اگر ریتمش نباشد، ریتم رو نداند، حافظش رو نمیتواند. این بسیار ریتم رولی کلان رو میبازد. این شما هم قالب چارچوبه که دیگه میبردگی چیست؟ این ریتم میبرد. این البته اسباب موسیقی شرط وای نیست برای این شیشتن و خیستن و وای کردن. خیر محلش بچه هم خونده تید گفت خونده میتیم. ولی البته این خواهش از من باور دارم که تماشابینان انتظاری من یک زمزمه از جانب شما هستند. کدام صورت خونده تیم؟ البته که چون اینجا موضوع کلیم بیارون شد بفکرم همینه خونم؟ چون میسره؟ با من اونان من میخواهم ساعت ها گوش کنم لحنی شیرینی شما را. تو باشی و کناری آبشارا گل و سبرگی و سفتی هزارا نه ای چوپازی عشقی ما سرایا بمانند شبی کلین بیارا نه ای چوپازی عشقی ما سرایا بمانند شبی کلین بیارا تو باشی و کنار آبشارا گل و سبرگ و سفت هزارا نه ای چوپازی عشقی ما سرایا بمانند شبی کلین بیارا نه ای چوپازی عشقی ما سرایا بمانند شبی کلین بیارا همین میشه دیگه ساخت احسن استاد براو بهترین واقعا هم بار دیگر تکرار میکنم سنتی بی همتا استعدادی خدا داد خدا با. این سرود وای میدونی چی سرود ایجاد کردن این معنی اون رو ندارد که های من یک سرود دارم به سرودی من سرود باید بوی وقتی که شما ایجاد میکنید من هم مثلا سرود مادر میخوندم رحمتی مادر زنده بودم حافظ وقتی که خودش ایجاد میکند همون شعر را در خود نزد درک کرده میتواند سواد دارد و دل شاعر چی است چی را میخواهد گود اگر به همون موسیقی شما نزد دریافت کنید اگر بعد خلق و معقول میشه نزد قبول میکنه من در خاطر دارم در کنسرت های اولینی من اولین نه در کنسرت هایی که در امیز شهر خوجا میدادم وقتی که من برامده مادر میخونم زل تاریخی گریه کردنی مادر خواهم در زل از سرود های من سرشدگی بود حتی مردها هم گریه میکردن وقتی سرود من وقتی در صحنه برامده سرود میخونم در زل نشستگیان به یگان وقت خودشون گریه میکرد میدونید استاد سرود شما این سرود دلی هزاران نفر است احمد گوش کنید این چیز میدونید حتی بسیار گپ شده رفتگی بود که میگفتن این بیچاره اسرائیل جان بچه‌کم مادر نداشت است میگفتن من بعد چندی مراتب باز سوال دادم من میگم نه شکر خدا مادر دارم و شما همه خیلی سرود میخونید که رنگی و حاضر من گفتم میتیم سیرشه سنتکار ایجادکار قهرمان اساسی اثر خودش را اجرا کرده نتواند به بیننده مقبول نمی شود من وقتی که همون سرود رو می خونم تماما در همون دنیا میرم بله این معنای اون رو دارد که شما در آبرزی قهرمان, قهرمان اساسی بازی خود... نمی کنید و زندگی می کنید زندگی می کنید من همین رو نشان می دیم بعد عمده خانه می گفتم که مادر جان با مواد هم خلق همتی فکر می کند که من بسیار خوب موضوعی من همین در خانه من مادری من جای تو خاله است کجای مادری بکینه ای من با کنجی صندلی بنشسته شب ها مادری پیرم خیلی بسیار بسیار کجا بعد خیلی من بیوی میگم زبانی موقت خلقتی بعد بیویم او اسرائیل جون پسرم خوندن گیر و من بچه هم توی همین به تربیه کردم وقتی که تو میخونی منم رحمت آجت فکر گریه میکنم اینه پرو نکن بچه به مادر گو میگم و من شکر میکنم به مادر گونم این رحمت مامه میرسد برای همین یا در وقت عشق اکو ممکن شما بسیار شنویدگی میگون در وقتی که سنتکار یک
در عجبه میرسد و در باره و بسیار گپ پیدا میشه. بله. هر خل گپ پیدا میشه که خود خودش نمیدونه. خود خودم نمیدونم که من کی بودیم و چی بودیم و این هم نتیجه آن است که موضوعی که من ایجاد میکنم انتخاب میکنم در وقت عشق باشد اگر همین خیلی میسرایم که گویا من عاشقی ناکام. بله بین مردم کم در گپ های همیشه هست گویا که من عاشقی ناکام هستم. من خود رو خوشبخت‌ترین انسان حساب میکنم که بین نهایت آیله برای من همون آیله چی بگم عالی ترین خداوند نصیب من گرداندگی که محیط آیله من برای ایجاد کردن من سراییدن من انتخاب من بین نهایت برای من این هم عطاوند تحفه خداوند برای من است. یعنی درست میگویند که قسمی از موفقیت مرد از همسرش وابسته است. البته از آیله وابسته است. میگوید که اگر که زن شما میتواند ساده کده مرد رو مرد گردونه، زن میتواند مرد رو دیگه پهلو بگردونه. این وابسته اون آیله که زن در خانه شما رو نگاه میکند، هم لباس پوشی، هم طرز گفتار، هم تربیت. و اگر شما از کوچه هزار آبروی بسیار بیارید به خانه، پولی بسیار بیارید، زنتون سرشتکار، زنتون ایب کرده نتواند، اگر هیچ هست آبروی شما رو هم نیست، هیچ هست. من از این میفخرم. خب این آیله من هم میدوند، فرزندای من هم میدوند، میخندم یاد دیگری دیدم که همه خیلی در باره ما آدمی که محنت میکند کار میکند در باره گفت بسیار میشه. وای بر حالی که در باره شما هیچ کس گم نزنه. این معنی اون رو دارد که شما بر هیچ کس لازم نیسته. یگان جایی یگان دستاوردی نرسیده. ها یا البته این برای من فخر است. فخر است که گم میزنن. لیکن برای من بسیار باز میگم اساس تربیه فرزند. ما همین قدر اگر آیله ما در گجایی که نباشیم، در کدام ساحه نباشیم، در کدام جا به قصرهای بزرگی با شمال نساخته باشیم، در گجایی که خب در ساحه علم، در ساحه بیزنس و کدام درجه نرسیده باشیم، از خاطر باید که نبرورد که تا ما فرزند صالح تربیه نکنیم این هیچ است. این هیچ است. بله. ما خواهیم که نام ما ابدی ماند، ما باید تربیه از فرزند سر کنیم. فرزند میوه حیات است. میوه حیات است. همون میوه شما نامتون نگاه میداشتگی، آبروی شما نگاه میداشتگی، این فرزند است. فرزندی بسواد. دخترتون رو بسواد تربیه کنید، یک آیله رو بسواد فرزنداش رو تربیه میکنه. این چیزهای بسیار چی دارد؟ شاخه بسیار دارد. از پسر دیده دختر رو بسیارتر با نقصتر تربیه کردن در کار که اساس تربیه روی دنیا از زن وابسته است. از تربیه زن وابسته است. ما مردها در کوچه هستیم. بله زن تربیتگر است. زن تربیتگر است. زنی بسواد. جامعه بسواد. همون برای همین ما بسیارتر خطا میفهمیم. زنها باید بسواد باشن. بله درست. استاد یک سرودی دیگری داشتید، غم ملت. ما از کودکی همین سرود رو میشنویدیم. در کجا ها صدا میدن؟ این سرود بسیار ناز قید کردید. این همون دوره هایی که در حقیقت تاجیکستان قریب که به نیستی اومدگی بود ایجاد شدگی. من با برابری پریزیدنت دولت ما، با برابری که هر یک سخن که اون کس میگفتن پراکندگی به نیستی می بیارد. بعد یک شاعر بسیار تیز قلم ما که در دولت ازبکستان زندگی میکنند تاجیک زبان، ظفری صوفی هستند، از یک از برام شعر روی کرده. همون شعر اگر مضمونش به اهمیت دید، این نامش مشت است. اگر این مشت باشد این یک دولت است. با یک لیلکی چیکار که نمیشد. همین بدخواهان وطن ما، بدخواهان ما یگانه جایی که ما رو میقپن محلگروی ما. محل به محل جدا میکنن.
برای من شعار است جلال الدین رومی بسیار این فخر فخر فخری تمام ملت اون کس میگن که من برای وصل کردن اومدم نه برای فصل کردن اومدم من هم چونی رو میخوان شعاری من هم چونی نست همین شعر را سرود رو ایجاد کردیم دلی من در غمی ملت بسوزد تو را با زادگاهی من چیکار است و ما چی فرق داریم؟ ما همه یک تاجیکیم. من خود رو هیچ وقت من در کولا باشد من کولابی نم. من تاجیکستانی هم. من کولابی هم. من پامری هم. من خوجندی هم. من اسفریگی هم. خلاصه من تاجیکستانی هم. همین سرود این بسیار تحکنی بزرگ داد. برای شخصیت هایی که ممکن بیارو همه کردن. این هم من فکرم که سرودی که تربیه میکند. به یگانگی دعوت میکند. این هم دولت هم خلق هم خداوند راضی می شود چونکه من خلق را دعوت کردم که برادرها گپ های بهودی بهودی گوش نکنید بیتون باید ما یک جای باشیم ما باید یک جای ما تاجیک ما اگر ما را جدا کنند فهمید که سر را از تن جدا کردگی با این گپ پا را از تن جدا کردگی ما همین گپ های کوچکی گوش نکنیم من فکر کنم تو را با زادگاهی من چیکار است جو اگر آنقدر از هم دور مانیم یقین گم میشیم از روی دنیا هست این بسیار شعر شعری تربیوی این بسیار یادآوری کرد حالا هم میگم که تاجیکان در گوجی که نباشیم در گوجی که نباشیم دست یکدیگر رو بگیریم بله درست فقط برای آبادی وطن مینت کنیم میگوید امیری بی وطن خوار و حقیر است گدای گر در وطن میرد امیر است لیکن من یک ذره خاکی وطن خودم رو به یک همان چیز نمیدیم. برابرم نمیدیم. من فخر میکنم که در همین وطن آب و خاکی وطن نفس کشتم. در همین وطن وبای رسیدم. در وطنی که شیخ سعدی، خواجه حافظ، جامی، خواجه کمال، ابوعلی ابن سینا، غیر در وطنی که این چنین بزرگان دنیا جهان میشناسه تولید شدیم برای چی من این وطن رو بد بینم تا حرکت میکنم برای این وطن خودم از اول از خداوند شکرگزاری میکنم برای آبادی وطن خودم برای پیشروی وطن خودم با سرود و گفتهای خود محنت میکنم زحمت میکشم بله من میدونستم که استاد شما حسی وطن دوستی شما در درجه عالی است در درجه بلند است و البته شما خدمت های شایسته خود را به خلق وطن ادا کرده اید استاد خب اینجا در بالا که گپ درباره شعر و شاعری رفت ما میخواستم ایده موضوع همین گپ زده باشیم میگویند که قسمی از موفقیت سراینده در انتخاب شعری درست است و من درک میکنم که شما در انتخاب شعر خیلی با مهارت هستید من میدونم که مثلا بسیاری از شعرهای استاد زنده یاد لایق شیرعلی را آهنگ درآوردید اینچنین از استاد گلرخسار فرزانه استفاده بردید و امروز ها شما از کدام شاعران اشعاری از کدام شاعران یا با کدام شاعران همکاری میکنید یه چیز دسته اگر شما رو به شاعرهای کلاسیک بیارید اگر یک غزل شاعری کلاسیک خواند دیگر یک دنیا معنی دارد تفسیر کنید و یک چیزی شد مثل خواجه حافظ میاد که دل میره وزی دستم صاحب دلان خدا را در داک رازی پینهان خواهد شده آشکارا اونجا یک گپی نغز شد که آسایشی دو گیتی تفسیری این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا این خودش یک نصیحت است من میخوام که در مکتب های میونه هم اگر از برنامه‌شون بیرون باشم دیدم که معلم های زبان ادبیات هر یک طلبه به یحیی غزالتی هم همین تصویر کرده بیا گفت معنیش فهمونن که خودش تربیه خود خودش تربیه این گفتوسن که اوی دوست به مروت کن برادر به مروت کن دشمن که مراسا کن بله این هم تربیه است تربیه جهانی تربیه من بسیار استادانی استاد لایق مرحوم استاد بسیار خیلی شخصیتی که خدا داد هستم روانشون شد
ناتکرار بسیار دوستشون می داشتم. من از یک چیز فخر میکنم که وقتی که من استاد لایق شعرلی با شعری که همون مادرنامه با کنج صندلی بنشسته شب و مادر پیرم و عضویت نویسنده داخل شده با یک شعر دیگر ها باید یک مجموعه شعر داشته باشن با همین توانستن. لکه من باز یک چیز فخر میکنم که وقتی که من همین سرود با آهنگ موندم بعد همین خیلی گپ شده که یگان آهنگی که شعری من یافت همون آهنگ اسرائیل فایزی نفتی صد. در حقیقت همین سرود این سرود رو در گجوی که نسرایم در گجوی که نباشم همه نس قبول میکنم، خود در پامیر خونم، خود در کلاب خونم، خود در اسفرد نس قبول میکنم. این همسایه های این از استاد فرزنده استاد در گجوی که اگر مواد تکلیف کنم حتما از همی گفت سرم کنم استاد همی سرود خونه مدرنامه. خب بسیار اکنون میشنویم و کچه ها میشنویم که در حقیقت همین سرود به آهنگی که شما یافته بستید. یا مثال من بسیار فرزانه بانو شاعری ناتکرار شاعری خلقی تاجیکستان همراهی خداوند نبینید که طالب آذرخش شاعری خلقی تاجیکستان دو شخص بزرگ خداوند قسمتشون یک کرده بسیار اویله اتفاق هستند بسیار با من نزدیک هستند. شعری که یکی از آذرخش نویسندگان خیز مادر که مسافر پسرت آمده است فرزانه به من گفتن که اسرائیل جان من بسیار شنویدم حافظایو از آن شما من سختر معقول شد دیر به سختر نبرکم. من خرسند شدم. برای چی خرسند شدم؟ که چون انسانهای بزرگ چون این بها دادن. بله یعنی شعری آن کس در شما آهنگش را دریاب کرد. بسیار من آهنگ دیگر حافظا میخونم من معقول، لیکن این چیز گفتم که این شعر باید آهنگ خود را یافته توانه. بله من درود میرسونم به استاد آذرخش و فرزانه. اگر این نوا رو میبینند این برنامه ما رو میبینند. استاد به بخش دیگری برنامه میگذاریم. میدونید من اینجا یک چند عکس های تاریخی شما را جمع آوری کردم. خوب عکس اول خدمت حربی الکای سخن گفتیم. انا این عکس رو میدونید من این به شما نشون میدم. ما از تنظیمگران خواهش میکنیم که روی اکران هم گذارن. این رو من نامگذاری کردم پروازی صنعت اصیل به اروپا. چطور قبول میکنید؟ نه بسیار ناز بسیار میخوام تاریخ همین عکس رو نخو کنید. این سال میدونید سال 1987 این حالا دوره شوروی اینجا خوشبختانه اینجا فستیوال هفتم دوستی جوانان دنیا شد در برلین. خوشبختانه از اینجا نه فقط ما تاجیکستان این گروهی که ما داریم اینجا حافظ من از نام آسیای میان رفتیم ما. از نام آسیا نه فقط تاجیکستان همین من انتخاب کرده بودم اینجا اینجا نوازنده ها اینجا راهبری گروه راهبری گروه همه دالگاپولوف روس بودن اینجا ما در صحنه اولی تئاتر بدرانسیم. خوشبختانه من انتخاب کردم. بعد همون وقت هم سوال می دادن که و چخیر اسرائیل جان شما تاجیک چخیر و گرمانی رفت سرود خوندید شما نمیسی می دانید می و برادر می بخشید من تاجیک بودن هم اونجا بردم نمیس باشم اونجا چی می بردم من تاجیک چخیر تاجیکی من در اونجا رفته دیدم همون جهانبینی بسیار آدم پیش می برد هر چقدر جهان بینیتون جهان بسیارتر بینید پیش رویتون نازم شد. من در همون جا بسیار چیزا دیده اومدم میدونید راست گوییه راست قولیه تازگیه وجدانه بعدا این مردم میبخشتون گفتم مردم از این ژانرهای که از شما میخواهیتون که استرادا چیه این ها اولی به برارده شده گیه میبخشید این مال ما نیست. این مردم همین خیلی مدنیتش بلند شده که این مردم میخواهد داند که فولکلور رو بیند ششمقام باید که چی بودش گوش کند چیزهای خلقیه باید گوش کند و این ها معنی برعکس اگر گویان که در اینجا آزو کنسرت میشد نماینده تاجیکستان
زال پر از انسان های وایمشا برای واقع عجایب توجهشون توجه نسبتا بیشتر 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 توجه این اهمیت میتیان اسباب موسیقی به اهمیت میتیان چخیل اسباب گفته من حیران میشدم حیران میشدم در یک زال همو برلین کنسرت ما اونجا با نه فقط تاجیکستان از روسیه بود از پریبالتیکا لایما وایکولی بود ماشین ورمینی بود من مکریویش بعد که بودن انسامبل تنظیمان انسامبل روسیه بودن باز میگم که وای وقت ها حاضر سفر آسان شده گی. این یک رفته بیده که قهرمان بودید شما همه ما از نزدیک همراه قطع رفتیم قطع رفته آمدیم دیدیم بسیار تربیه گرفتم در یک زال کنسرت نوبتی ما ریپیتیسیا برامدیم همه انسامبل شنوندیم زنده و وقتا ما لیفه نگرامه فراموش نمیدونستیم چی بودی کشه برام داشتیم همه من سر میکنم که سرود ریسور وای میتیاد ستوب برای چی؟ میستم من حیران میشم با چیه بلاگا پاشونه میزنه دو با سر کنم بود با میخونم با ستوب سوال دلگا پولو فهمو ریسوری ما کمتر عصبی میشه و خیسته چطور تکار و گفت در دلو مزدی تا موقع تو دا بارسی اونسی گفت که سردنی هزی گفت دا سردنی هزی نو ککو یه تو وی گفت تام پیاتی چتیری پیاتی رسپوبلیک تاجیکستان گفت پا موی مو تاجیکا میکروفونی ندا و همه من داد گون و شکالی میکروفون سرخوی میزده است سانو با خاندید من میدون اینجا چی فرق کردم برای عوازم نه برای ملت هم. خوب استاد میگذاریم به بخش دیگر اینجا رسم های بسیار از البته من میتونستم یک آلبوم ترتیب دهم از رسم های تاریخی شما اما اینجا من بخشی آماده نبودم بخش شعر و سرود من از سروده های شما مصره های شعری قرائت میکنم و شما باشید اون رو میسرایید البته اگر راضی باشید اولین استاد معنی ای بزرگوارم پدر همدمی هر شادی و غم نام بردارم پدر در تلاش پاک زیستن پندی تو استادی من رهنمای زندگی ای پاک رفتارم پدر ای بزرگوار نام بردار پاک رفتارم پدر قبلگاه خاندانم کعبه دیوارم پدر اولین استاد معنی ای بزرگوارم پدر همدمی هر شادی و غم نام بردارم پدر در تلاش پاک زیستن پندی تو استادی من رهنمایی زندگی ای پاک رفتارم پدر ای بزرگوار نام بردار پاک رفتارم پدر قبلگاهی خاندانم کعبه دیوارم پدر زی اختران جاویدانه جاویدان چو نور حق به حق رسان رسیده ای چو لال از دل شفق رسیده ای چو صبح از پناه شب رسیده ای زمین ما امین ما توی وطن توی وطن امید آخرین ما توی وطن توی وطن بله رحمت بچه‌م من یکسی میگم من گفتم که وطن 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 است شکر وطن که وطن داره تاریخ همین سرود میگم تولدش 2005 2006 بود این شعر از گروه سار وقتی که من این شعر رو دریافت کردم خود معلمه حیران شدن که اسرائیل جان از کجا یافتی برای چی نشر نکرده بود در یگان جا نبود این شعر بین نهایت مضمونی کلان داره من هنگامی سرایده بودم معلمه در یک کم ریاض شده بودن حیران گوش کرسیسی هم حیران که این از گجوی افته باشه بعد خودم هم گفتم این شعر سرود بسیار آبروی بلند پیدا کرد اگر در تلویزیون دیده باشید 20 دایره چی در پوش بود و خیلی یک دنیا وطن که وطن هست نام مبارکش هست این فیض میتید این وقتی که دمیسر نقراتش زمین ما امین ما توی وطن توی وطن
امید آخرین ما تو ای وطن، تو ای وطن. حتی بعد این سرود خوندن در بسیار جاها که رفته سرود نخوندم، خلق هم برابری همین کلمه رو تکرار میکرد. امیری بی وطن خوار و حقیر است، گدای گر در وطن میرد امیر است. البته یار یار گویان تو رازی من ربوده اند یار یار، یار یار گویان بکوی دیگری بردند یار یار. دنیا همین بودست جانم، تقدیر همین بودست جانم، قسمت همین بودست جانم، تو را بردند یار یار. تشکر. این در یار یارها بخوندم، یک وقتها دوره کودکی های ما در خاطرم است که بسیار رادیوهای اسفرت تاجیکستان نمیگرفت، مشعل بسیار رو گوش میکردن. شکری با دولت صاحب استقلالی، شکری دولت که در تمام گوشه کنار بالی کوه ببریدم صدای تاجیک شیرین سرودهای تاجیکی از تمام جا تنین انداز است. این بسیار برای ما فخر است. پیش نبود دوره کودکی مونده بسیار رادیوی تاجیکستان، یک نبود رادیو تاجیکستان بود. یاریارا زبان ازبکی میخوندن خب بسیار وقت. خیلی مفتن یک یاریار نویسه. اینا تاریخ نظاره وقتی که برای دختر این یک بخت کلان است که خدا بخت شتیان میگه دختر با. با همین نیت تو را بردن یاریار، این به معنای همه طرفه دارد. اینه گفته میتوانید به عاشقی خود، به خواهر خود گفته میتوانید، برای اون نزدیکی خود گفته میتوانید که خدر قد این دختر به تصور کنید که همه پدر مادر فقط میخواد که دخترش بخت شتیان. بعد نوشته بودم آقا خودتا نویسگی؟ ها که کم داره که یک عمر نمیگفتم. انا این نویگری استاد. من این چیز رو بعد میبینم، حافظ حافظش کنه، شاعر شاعرش کنه، همین چیز الهام آورده بود. یار یار گویان تو رازی من ربرده ین یار یار، یار یار گویان بکوی دیگری بردن یار یار. دنیا همین بود از جانم، قسمت همین بود از جانم، تقدیر همین بود از جانم، تو را بردن یار یار. خیلی همین خیلی آفرین استاد. انا این یک نویگری بود که ما اینجا یافتیم، دریافت کردیم. شعری این سرود را خودی استاد ایجاد کرده. میخوام بسیار شعر نویسگی نمیگم، خیر از دهم برونده مون برحال ما سلام باشید. بله سپاس میگویم، جهانی سپاس استاد. تشکر میگویم. من میدونید میگفتند که حاجی اسرائیل جان شخصی بینات خاکسار هستند و امروز من به واسطه شاهدی همین گفته ها شدم. درسته اونی که شما قبول کردید درخواست ما را. و ما با گروه ایجادی وقتی که تصمیم گرفتیم که شما را دعوت میکنیم، با شما برنامه تشکیل میکنیم، من پیش از همه خواستم که از شبکه های اجتماعی، از صفحه اصلی خودتان معلومات را جمع کنم. اما اونجا شاهد شدم که شما شبکه اجتماعی ندارید. چرا حاجی اسرائیل جان شبکه های اجتماعی ندارند؟ میدونید برای چی؟ دو تا سوال. چرا اسرائیل جان در دوشنبه زندگی نمیکنند؟ من بسیار نه، چون که شبکه اجتماعی ندارم. گوش کنید بچه، همین صنعت چیزی اصیلی است که در شما هست، در بدنی وی شما هست، در گجایی که گوش کنار تاجیکستان نباشد. البته در دوشنبه رات زندگی کردن لازم نیست، در گجایی که شما صافدیلانه همون چیزی صنعتی که خدا داد است، شما همون مهنت میکنید، خلق شناخته میگیرد. درست. بسیاری وقت آدم ها در خودشون در مرکز میزنن که وی رکلام کلانتر است. خیلی در حقیقت کلانتر است. در چی میزنن؟ خیلی من اسفره دوست میدارم. من در محیط اسفره گردم، ایجادیات من بسیار تر میشه. من طبیعتا همین خیلی انسان هستم که همین خیلی انسان هستم. یعنی البته محیط همین طبیعت های زیبا، تمام تاجیکستان زیبا، تمام تاجیکستان زیبا است، تمام لکه با محیط وطن خودم، زادگاه خودم به فکر من، برای من فارمتر است برای ایجاد کردن. یعنی برای ایجادتان تاثیر میگذارد محیط؟ البته من لکه یک پا در دوشنبه.
من البته تربیه دوشنبه گرفته که هستم استاده بزرگه. اگر که تا کرسی من از دوشنبه نمی بود شاید ایجادکار همشون را نمی تونستم. من باز میگم تا کرسی برای هر یک صنعتکار لازم است. من از دوشنبه از استادان بزرگ تمام استادان بزرگ که منادار هستم که تربیه کردم. لیکن وقتی که به ایسفره با آمدم پدر وفات کردن بردوش من زندگی آیله برادران که تیه آمد جا خواهرها بودن من این رو بردوش خودم گرفتم و گفتم که در همین جا هم محنت کنی. دادم میگفتن که بچه همین دیگ با باشد کابلز میبیاد. درست. این دویوم شبکه اجتماعی که شما گفتید من میتوانستم یک شخصی آخو بیگونه از نام من کشادگی بود یک وقتی خود رو اسرائیل فایز رو معرفی کردگی چندی با نویستم که التماس دودر جان شما اسرائیل نیستید همین گرید از شبکه چی لازم شما هر کی که از نام صحبت میکنید نشد گرفته نشد حتی التماس هم کردیم زوری هم کردیم حتی در تاشکن رفتیم که در مهمانی بودیم یک آدمی بیگانه وقتی که من صحبت کرد گفت که من باوری داشتم که وای شما نیستید من از همون وقت سر کردم شبکه‌ای و بعد می‌دیدگی شدم بعد بدون ملت ما نه از ملت ما کوهن بنیاد همه قدر آخر شاعرای پندامی غزلاشون هست در همین شبکه ما طرز گفتار نمیدونیم چه رفتار کردن نمیدونیم مدنیتی طرز گفتار طرز یک کس به چی کردن شبکه نسبت اهمیت دهید بیانیت پست هستیم ولی من وایفی تاسف است که جوانان این امروز درست استفاده برده نمیتوانم کی خواهد چی گپ خواهد می نویسد کی خواهد شما تاخیر میکند و در یکم ملت دیدید من خیلی رنگ مو من بسیار نصیحت کردم میگم که جوانای عزیز برادرای عزیز در کدام گوشه کناری دنیا زندگی نکرده سو باشتم معرفت سخنوری تاجیکی رو گم نکنید ما با این گفتای خود ما تاجیک رو معرفی میکنیم برای همین التماس همین که اون گپ های قبیحه که من در حقی اون کس میگم گپ هایی که ناشایم ملت ما هست میگون برای همین که من این شبکه رو اینقدر برای خود نزدیک نمیگیرم نه فیسبوک دارم نه چی دارم اینستاگرام این چیز ندارم جستجو کردم. حتی یه بار همین سال گذشته وقتی کووید کسلی برآمد کردم التماس کردم که اگر بدبین من باشید بدبین یه اون کس باشید التماس در دلتان نگاه دارید و ننویسید اما به هر حال میدونید استاد من همچون یک مخلصی شما از به شما پیشنهاد میگم یک تفسیه میدهم که اخلا فیسبوک شده باشید مثلا این از یک جهت اون را برطرف میسازد که دیگران نمیتوانند از نام شما قلبکی سازند صحیح ها نه رحمت بخشش استاد چیزی دویم این است که برای مخلصانتان آسان میشود برای شما مثلا علاقه برآمدن یا معلوماتی شما را دریافت کردن خیلی میکشم من این البته من اون رو ندارد که من چندین نفر گفتن که اسرائیل جان ما از نام شما می نویسیم می پرتویم می باید چقدر شما بر منتداری می نویسن چقدر من یک کس چی نکرده است تحقیر نکرده است یکون که بد نزد است لیکن من نسبت دیگر کسا می بینم قهر می گیرد که چی لازم یاد دیگر رو ایزا دادن بجای ایزا دادن نصیحت کنیتون که پای نز نویستون اینقدر وطن بد نکنیتون آخیر شما برین یک شخصی با معرفت اخلا در همین شبکه اجتماعی فیسبوک میتواند تشویقات فرهنگی برد و جوانان را به فرهنگ و صنعت اصیل جذب کند. البته من میدونم که شما خدمت های شایسته خود را ادا کردید با نیالی با خدمت میکنم بله انا در همین محیط اینترنت نیز میتوانید شما نه البته نیت دارم همین را نیت دارم خود خود این کار میکنیم یک صحیفه مخصوص اسکندر خان میبیون به قریبی وقت در سفری هنری در روسیه یک شب وی مخصوص میکشویم و ممکن است که در اونجا باز شعر و سرود خوانی کنیم این باید کنیم این رسالت ما درست. ما باید وقتی که ما به خداوند آواز داده است وطن مایا خوانانده است همین قدر تربیه کرده است ما باید قدردانی کرده است به تمام عنوان ها از همین زینه به زینه شکری وطن و شکری خلق عزیز و که من به همه هنرپیشه خلقی تاجیکستان این از هم عنوان بلندترین وطن صاحب شدم تا حالا من خود رو باوری ندارم که در چنین عنوان صاحبی دارم لکه من آینده بر جواب وطن و خلق باید بسیار کارهای نیکی کنم
سالی 2007 بود به فکرم به واسطه از دست خودی پیشوای ملت شما قبول کردید. 2007 هنرپیشه شایسته قبول کردم. هنرپیشه شایسته و 2016 هنرپیشه خلقی. هنرپیشه خلقی عنوان بلندترین. خب اینجا که موضوعی اینترنت شد، شبکه‌های اجتماعی شد، من یک چیز رو، یک دلیل رو گفتنی. خب اکثریت میدونن که شما استاد یگانه حافظی از اسفره هستید که عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان رو گرفته اید. اما شاید کم کسانی دانند که شما یگانه حافظی از اسفره هستید که نام و شرح حال شما در صحیفه ویکی‌پدیا نشر شده است. این شاید برای شما یک چیزی نظررس نباشد برای اینترنت گفته، اما آنهایی که با اینترنت سر و کار دارند این چیز را درک میکنند. مثلا ویکی‌پدیا این خودش انسیکلوپدی بزرگترین در اینترنت است و یک مهمیتش را میگویم که در اینستاگرام گرفتن تمغه آبی به اصطلاح گالچکا یکی از شرطهایش این است که نام و شرح حالی شما در ویکی‌پدیا نشر شده باشد. من باوری دارم که علاقه آنهایی که با اینترنت علاقه زیش دارند مهمیت این را درک کردند. من این را جستجو کردم که شما خلاص یگانه حافظ عزیز فرستید که در ویکی‌پدیا نشر شده اید. استاد میدونید واقعا هم صحبتی داشتیم که خیلی صمیمی، صحبتی داشتیم که آزاد. میدونید من در صحبت های عادی هر روزه این گونه آزادی را بزن یافتن میتوانم. استاد شما یک جاذبه هم دارید در صحبت. سپاس میگویم، جهانی سپاس برایتان استاد. با من موند من ساعت ها با شما صحبت کردم. میخوام برای من البته باعث فخر است که با شما بر این یک شخصیت اولین مصاحبه خود را گذراندیدم و باوری حاصل کردم و من کاملا با باوری گفتم میتوانم که این شما پیش از همه انسان هستید. و من در آخر استاد آرزو دارم که چون دیروز چون امروز همیشه شکوه اجازتان آفریننده احساس در قلب ها باشد. رحمه بچه، من نیز در قطار گفتای شما فرزند عزیز شاگرد به تمام جوانان بر شما یک چیز رو نصیحت کردین هستم که عمر جوانی کوتاه، پیری دراز است. هر چقدر توانیتون جوانو وقت رو همین قدر استفاده برید که تیز میگذرد. اون چی که در جوانی شما در خود میگیرید، در جوانی محنت میکنید، این در آینده برای زندگی شمایان همین اساس میشد. همین چیزی که محنت میکنید، علمی که میگیرید، ایجاد میکنید، یا مثال همین فوندامنت خانه است. من شعار دارم در خودم بسیار وای میکنم که عمر انسانیت هیچ کس گفته نمیتواند، یگان کس گفته نمیتواند. همه شما دوام میکنم، هزار به دروید، صد به دروید میگم، این معنی چی رو ندارد که شما هزار به میدروید. این نیتی نیک است که آنچه شما ممکن در دوام 50 سال میکنید هزار ساله ها زنده ماند. فهمیدید؟ یه سرودم است، در دوره بیماری خونده بودم، یک سال عمری ما گذشت. اونجا به آخر به کلمه بهترین است که به خودم معقول، از روز باید سال کرد بود. فهمیدید؟ از سال باید عصر کرد. این از یاران مدعا یک سالی عمری ما گذشت. ما باید حیاتنده بیهوده روزه نگذرانیم. همین یک روزه محنت کنیم که گویا یک سال باقی است. یک سال زنده کنیم که فهمیدید معنی گپ؟ همین اگر که هر یک آدمی به عقل، جوانی به عقل وگرد، هر یک فرصت و ثانیه پر ثمر استفاده برد، آموزد و من آینده روی خودشان میبینند که چه روی شده میشد، چه روی سفید میشد و باید در آینده زندگی کردن آسان میشد. البته استاد. و اینجا با یک چند مصرع های زیبا این برنامه گرم و جوشانی ما را به اتمام میرسانیم. به گوش جان رسد فارم صدای ساز اسرائیل، نباشد هیچ یک خونیاگر انباز اسرائیل. به شهر اسفره نامش شکوهی تازه آورده است، ندارد انتها صد ساله ها آغاز اسرائیل. سلامت باشید. سلامت باشید.